تظاهرات در حومه دمشق با شعار سرنگونی رژیم اسد و پایداری رزمندگان. تقدیر و بزرگداشت از مقاومت و پایداری رزمندگان آزادی توسط اهالی شهر زملکا. انتخاب مبارزه و ترک مدرسه توسط رزمنده آزادی محمد اسد. گفتگو با سرهنگ احمد حمادی، تحلیلگر نظامی و استراتژیک. بینندگان گرامی سیمای آزادی، سلام بر شما. برنامه طوفان تغییر امروز را با گزارشی از تظاهرات اهالی حومه دمشق با شعار سرنگونی رژیم اسد و پایداری رزمندگان شروع می‌کنیم. مردم حومه دمشق با برپایی تظاهراتی خواهان سرنگونی رژیم اسد و پایداری رزمندگان تا محقق کردن این خواسته شدند. وفي جبهات الشمال من الغوطة الشرقية اللهم ثبت مجاهدي جيش الإسلام في حوش الضوارة اللهم ثبتهم بعد اتفاقية خفض التوتر والتصعيد. بعد از توافق کاهش تنش روسیه با رزمندگان، از آنجا که روسیه به این توافق و تضمین آن ملتزم نبود، ما با برپایی تظاهراتی این عدم التزام روسیه را محکوم میکنیم. بعد تعدي هذا النظام على الشعب السوري وبعد خروق الخروقات التي قام بها بقصفها على المدنيين وعدة محاولات لاجتياح الغوطة نطالب اليوم فصائل الثورة السورية بالتنسيق لعمل عسكري وفتح كافة الجبهات على النظام إن لم يلتزم الضامن الروسي بالاتفاقية الأخيرة. ما از رزمندگان می‌خواهیم که کلیه جبهه‌های انقلاب سوریه علیه رژیم اسد را باز کنند. امروز ما بر اصل پایه‌ای انقلاب یعنی سرنگونی بشار اسد تاکید می‌کنیم. امروز بلایی را سر ما می‌آورند که در هیچ جای دیگری مشاهده نمی‌کنیم. روزانه زنان و کودکان ما به خاطر گرسنگی می‌میرند. هیچ گونه مواد طبی و نیازهای انسانی در قوطه شرقی وجود ندارد. قوطه شرقی خطرناکترین منطقه جهان برای زندگی شده است. سعبا و جسرین دوما و عربین سعبا و جسرین رح نزرع ارضك ياسمين و نسيجها بالاسرار صامت يا بشار الاسد يا أزدان بشار الأسد هذا الرجل اللي بيشيل خارطة قصف لواء اسكندران للتصارع على وفاق سياسي مع قتل مجاهد. أهالي شهر زملكا با برپایی مراسمی رزمندگان آزادی در قوطه شرقی را مورد تکریم و تقدیر قرار دادند و خواهان ادامه پایداری تا سرنگونی رژیم بشار اسد شدند. اننا للحق نهوى في دفاع الحق نقوى ارضنا بالدم تروى لا نبالي بالحياة فجروهم إنهم قوما غزاة. قام المجلس المحلي في مدينة زملكا. شورای محلی شهر زملکا و فعالان انقلابی در این شهر مقاوم و پایدار تهنیت و قدردانی خود را نثار پایداری رزمندگان فیلق رحمان وابسته به ارتش آزادی در دمشق و حومه آن کردند. همه فعالین منطقه در این مراسم حضور داشتند. قرار شد برادران فعال در سازمان‌های انقلابی و فعالین در قوطه شرقی به خانواده‌های رزمندگان و شهدا رسیدگی کنند. این مراسم به خاطر پرداخت بهای نبرد و وفای به عهد توسط عقابان عزت و رزمندگان آزادی در قوطه شرقی برگزار شد. شورای محلی شهر زملکا ابتکار عمل تشکیل شورای نظامی و انقلابی در قوطه شرقی را گرامی داشت.
به خصوص کسانی که بهای بیشتری در صحنه نبرد در قوطه شرقی پرداختند و هجوم نظامیان اسد و همپیمانانش به جبهه‌های عزت و افتخار در محله جوبر دمشق، عین ترمه و زملکا را به شکست کشانیدند. این رزمندگان با در اختیار داشتن توپخانه، موشک، نفربر زرهی، مهندسی رزمی در جنگ علیه نظامیان اسد تأثیر جدی دارند. في دفاع الحق نقوى أرضنا بالدم تروى لا نبالي بالحياة فجروهم وعبلدنا. محمد اسد مثل هزاران جوان سوری به خاطر انقلاب و مردم سوریه مدرسه را رها کرد و به صفوف رزمندگان ارتش آزادی سوریه پیوست. انا محمد اسد من محمد اسد از شهر حفه در استان لازقیه هستم. من دانش آموز دبیرستان بودم، در سال 2011 به انقلاب پیوستم و در تظاهرات مسالمت آمیز علیه رژیم اسد شرکت کردم. از حوادثی که در یکی از خیابانهای شهرمان در سرکوب مردم دیدم تکان خوردم و متاثر شدم. ما در منطقه حفه در جبل اکراد تجمع کردیم. بعد از تظاهرات مسالمت آمیز به یکی از تشکلهای ارتش آزادی پیوستم و در لشکر یکم ساحلی در حومه لازقیه مأمور به خدمت شدم. الحمدلله در نبردهای زیادی در حومه لازقیه شرکت داشتم. در آزادسازی کنسبه و مناطق دیگر شرکت کردم. به یاری خدا ما پایداری می کنیم و در اینجا محکم ایستاده ایم و در سرزمین و ارتفاعاتمان با نظامیان اسد، روسیه و رژیم ایران می جنگیم و خواهیم جنگیم. العقید احمد الاحمدی محلل عسکری و استراتژی من استانبول، اهلا بك معنا. تلویزیون اورینت در گفتگویی با سرهنگ احمد حمادی، تحلیلگر نظامی و استراتژیکی، از او در مورد عدم توانایی نظامیان اسد در کنترل مناطق تحت حفاظت آنها به خصوص در غرب سوریه سوال کرد. قوات النظام التي تدهورت بشكل كبير اثناء الثوره. نظامیان اسد در جریان انقلاب سوریه ضربات جدی متحمل شدند و کیفیت سابق را ندارند. شکست‌های متعدد در جریان انقلاب سوریه قدرت ارتش اسد را بسیار کاهش داده است. کل نیروهای نظامی و اداری ارتش اسد 800 هزار نفر بوده است. امروز نیروهای آماده رژیم اسد به 15% این رقم رسیده است. در واقع این نیرو توان جنگی ندارد. به همین علت است که رژیم اسد از خارج کمک می‌گیرد و 62% نیروهایش از شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران مثل گروه فاطمیون، زینبیون، عراقی‌ها و بقیه شبه نظامیان به سردمداری رژیم ایران تشکیل شده است که حدود 107 هزار نفر می شوند. علاوه بر این، رژیم اسد از روسیه هم تقاضای کمک کرده است. روسیه با 120 هواپیمای جنگی و کشتی‌های نظامی و هواپیماهای ترابری برای پشتیبانی نظامی و جابجایی و پیشروی نظامیان اسد و شبه نظامیان او در درگیری‌های دیرزور، رقه و هر منطقه‌ای که رژیم اسد بخواهد به آنها کمک می‌کند. در شرایط فعلی بحران و کشمکش‌های بین آمریکا و روسیه در جریان است که یکی از موضوعات آن هدف قرار دادن ستون نظامیان اسد در نزدیکی پایگاه تنف متعلق به آمریکا بوده است. دقیقاً آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که وضعیت نظامیان اسد و آنچه برایش باقی مانده است ظرفیت و توان جنگی برای حفاظت از مناطق را ندارد. ما می‌دانیم که اگر نیروی هوایی روسیه نظامیان اسد را پشتیبانی نمی‌کرد، رژیم اسد توان پیشروی حتی 1 متر را هم نداشت. کما اینکه تا قبل از ورود روسیه و رژیم ایران و حزب‌الله در جنگ سوریه،
اپوزیسیون سوریه 85% از خاک سوریه را در کنترل خود داشت. همه آنها اذعان دارند که اگر از این رژیم دفاع نمی کردند، اسد سقوط می کرد. ولی هدف اصلی آمریکا و استراتژی آن در سوریه فقط جنگ با داعش است. آمریکا گفته است که استراتژی آنها فقط جنگ با داعش است و اسد برایشان مهم نیست. حتی شبه نظامیان رژیم ایران و شبه نظامیان کشورهای دیگر برایش مهم نیستند. آمریکا پایگاه زلف که در مسیر پیشروی نظامیان اسد و شبه نظامیان به سمت مرز عراق بود را جمع کرد. این مسیر به سمت آلبوکمال می رود و در کادر همان استراتژی جنگ با داعش درگیری به وجود نیامد. اما سه تهاجم نیروهای آمریکایی به نظامیان اسد و شبه نظامیان به علت آن بود که آنها وارد منطقه حساس اطراف نیروهای آمریکایی شده بودند. این منطقه حفاظتی 13 کیلومتر در اطراف پایگاه‌های آمریکا است. فرمانده نظامی آمریکا در این منطقه گفت که هر نیرویی وارد منطقه حساس شود بدون توجه به هیچ مسئله‌ای مورد تهاجم نیروهای آمریکایی قرار می‌گیرد. زمانی که نظامیان اسد و شبه نظامیان وارد محدوده 13 کیلومتری پایگاه تنف شدند، بعد از هشدار نیروهای آمریکایی ستون آنها منهدم شد. این سومین بار است که نظامیان اسد و شبه نظامیان مورد تهاجم آمریکایی‌ها قرار می‌گیرند. روسیه هدف قرار دادن نظامیان اسد و شبه نظامیان را مبارزه با داعش نمی‌داند، بلکه آن را کمک به داعش تلقی می‌کند. نظامیان اسد دوباره دیگر هم توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفتند. آمریکا و روسیه معنی حرفای یکدیگر را خوب می‌فهمند. همین امروز داعش به سمت سخنه و چاه نفتی آراک و قسمت‌هایی از جاده دیروزور به دمشق و تعدادی منطقه دیگر پیشروی کرد. اگر نیروی هوایی روسیه نباشد، نظامیان اسد توان پیشروی ندارند و حتما رژیم اسد در سال 2013 سرنگون شده بود. الثقة ما بين المتحالفين الاثنين الروس يريدون السيطرة على الأرض وعلى منابع النفط والأمريكيون يحاولون تقدم قوات حركتهم